محترم رحمانوف، شما به قرآن و به شیر مادرتان سوگند یاد کردید که قانون اساسی را رعایت میکنم، برای مردم خدمت میکنم، این و آن. کنی شما یگان سوگندتان را، یگان قسمتان را به اجرا رساندید؟ باز چند سال ما انتظار شویم، باز چند سال ما انتظار شویم که در خانه های مردم روشنایی پیدا شود، باز چند سال ما پیدا شویم که در تاجیکستان انتخابات آزاد گذرد، باز چند سال ما انتظار شویم که مردم توانند که برای خودشون خانه سازند، خانه خرند، باز چند سال انتظار شویم، باز چند سال انتظار شویم که مردم آزاد باشند؟ ما دیگر حق انتظار بودن نداریم، ما دیگر حق صبر کردن نداریم. صبر امروز برای ما برابری مرگ است. چرا؟ شما نه تنها زندگی ما را خراب کردید، شما نه تنها زندگی هم نسلان ما را خراب کردید، شما زندگی طفلان ما را هم خراب میکنید. زیرا در مکتب های تاجیکستان معلم نمی رسد، زیرا در مکتب های تاجیکستان، در یک شاید در افریقا هم چنین نیست، خواننده هایی که در صنف 9 10 می خوانند برای طلبه های صنف 5 4 6 و غیره درس می گویند. این چه است؟ این یعنی مردم را از دانش، مردم را از معرفت دور کردن است. بله، برای شما جوانان باسواد، جوانان ورزیده در کار نیستند، برای شما جوانان بیسواد در کار هستند، برای شما جوانان خاموش در کار هستند، برای شما جوانان غلام در کار هستند. برای شما انسان نه، برای شما گوسفند در کار است که شما چوپانی کنید. ما دیگر گوسفند بودن نمیخواهیم، ما دیگر نمیخواهیم که چوپان داشته باشیم، ما دیگر نمیخواهیم که یگان کس به ما راهنمایی کند. ما میخواهیم که در کشور خودمان سربلندانه زندگانی کنیم، ما میخواهیم که در خانه های ما گرمی باشد، ما میخواهیم که در کوچه ما برای در کوچه برآمدن نهراسیم. شما چی کار میکنید؟ شما چی کار میکنید؟ وقتی که میلیسه های شما، اوباش های پگاندار در کوچه ها مردم را میدارند، ورنشی مردم را قیچی میزنند، این است دموکراسی. وقتی در زندان ها محبوسان را به دار می آویزند، میکوشند، این است دموکراسی، این است دموکراسی. عزیزم، شما، من اطمینان دارم که از دموکراسی تصورات ندارید، از آزادی تصورات ندارید. شما به قدر آزادی نمی رسید. شما شعارهای ما را دزدیدید، شما آرزوهای ما را دزدیدید، شما جوانیهای ما را دزدیدید، شما آینده ما را دزدیدید. ما می خواهیم این همه را برگردانیم. ما شما برای ترقیات تاجیکستان، برای پیشروی تاجیکستان مثل یک خرسنگ بزرگ هستید در سری راه، و هر ماشینی که اختراع نکنی می بیاد به این خرسنگ برمیخورد و میشکند، پاره میشود یا در جایش قرار میگیرد.